هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز 29 میر خواستار تقویت نهاد ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای وابسته به سازمان ملل و به ویژه بازرسی فعالیت‌های مزنونه هسته‌ای شد. کلینتون در سخنرانی خود در مؤسسه پژوهشی آمریکایی صلح در واشنگتن گفت: The International Atomic Energy Agency doesn't have the tools or authority to carry out its mission effectively. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای (IAEA) از ابزار یا اختیارات لازم برای انجام مؤثر مأموریت خود برخوردار نیست. وی افزود ما این را در شکست آن مؤسسه در کشف تأسیسات مخفی غنیسازی اورانیوم ایران و پروژه نیروگاه سوریه شاهد بودیم. ایران پس از آنکه در اواخر شهریور ماه مشخص شد که چندین سال به صورت مخفیانه در زمینه ایجاد دومین تأسیسات قنیسازی اورانیوم خود کار می کرده است زنگ خطرها را در سراسر جهان به صدا درآورد. مقامات آمریکایی میگویند ایران فقط پس از آگاهی از آنکه سرویس های اطلاعاتی غربی از وجود آن تأسیسات مطلع شده اند وجود آن را به آژانس بین المللی انرژی هستهی خبر داد کلینتون گفت که باید به آیه ای اختیارات تازه‌ای داده شود مثلا امکان تحقیق در مورد فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات هسته‌ای حتی جایی که مواد هسته‌ای موجود نباشد و همچنین گفت که آژانس باید بتواند بازرسی‌های شدیدتر و وسیعتری را بدون قرار قبلی انجام دهد این دیپلمات ارشد آمریکا گفت که دولت اوباما به ایجاد تماس با ایران متعهد است اما تلاش برای چنان تماس و ارتباطی نامحدود نیست. اگر ایران واقعا در برداشتن گامهایی برای پاسخگویی به نگرانی های جامعه بین المللی نسبت به برنامه هستی خود جدی باشد، ما هم به تماس و برقراری ارتباط ادامه می دهیم. هم چند جانبه و هم دو جانبه تا به مباحثه درباره مجموعه گسترده ای از مسائلی که ایران و آمریکا را برای سالیان دراز از هم دور ساخته است بپردازیم درهای آینده ای بهتر برای ایران باز است اما برقراری مذاکرات نمیتواند نامحدود باشد ما نمیتوانیم تنها به صرف گفتگو کردن گفتگو کنیم کمی پیشتر در همان روز محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای طرحی را به ایران، روسیه، فرانسه و آمریکا ارائه داد که بر مبنای آن تهران بخش اعظم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خود را برای بازپرداخت مجدد و سپس به کار گرفته شدن در یک نیروگاه تحقیقاتی در تهران به خارج از ایران منتقل کند. کلینتون گفت که جمهوری اسلامی باید اقدام قطعی و بهنگام برای اجرای آن طرح انجام دهد. وی گفتگو میان قدرت های عمده و ایران در اول اکتبر را تحت عنوان آغازی سازنده مورد تمجید قرار داد اما گفت که لازم است آن گفتگوها با اقدامات سازنده پی گرفته شوند کلینتون بخشی از تندترین اظهارات خود را در پیوند با کره شمالی بیان کرد که گفتگوهای چند جانبه اش را در ماه آوریل پس از آزمایش یک موشک دوربرد ترک کرده است به ضمن بیان مجدد آمادگی واشنگتن برای گفتگوهای دو جانبه با پیونگیانگ گفت که آمریکا تحریم‌های خود علیه کره شمالی را تا زمانی که گام‌های قابل تایید و بازگشت ناپذیر در راه تکمیل غیر ای شدن آن کشور برداشته نشود، تسهیل نخواهد کرد. وی تاکید کرد که آمریکا هرگز دارای رابطه عادی و فاقد تحریم با کره شمالی مسلح به سلاح هسته‌ای نخواهد شد.